سلام، هفته صبح ایران، بیننده ایران اینترنشنال از استودیوی لندن با من آزاده اسدی هستید. سرخط خبرها. خیز بلند سپاه پاسداران برای استفاده بیشتر اقتصادی از دولت پزشکیان. دو روزنامه وابسته به سپاه و خامنه ای خواستار واگذاری پروژه های بزرگ دولت به قرارگاه خاتم الانبیا شدند. مقاومت بی نتیجه نماینده خامنه ای برای ماندن در آلمان. محمد هادی مفتح، مدیر سابق مرکز اسلامی هامبورگ، از این کشور اخراج شد. پنهان کردن آمار کودک همسری در ایران. اداره ثبت احوال از انتشار آمار نوزادان زاده شده از مادران 10 تا 14 سال خودداری می‌کند. خوش آمدید به این بخش خبری. یک روز پس از اعلام تحریم‌های تازه آمریکا و 3 کشور اروپایی علیه جمهوری اسلامی به دلیل ارسال موشک بالستیک به روسیه، روزنامه جوان وابسته به سپاه خبر داد که قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران طرحی را برای تصاحب و اجرای پروژه‌های بزرگ به دولت پزشکیان ارائه کرده. همزمان روزنامه کیهان وابسته به خامنه ای در یادداشتی نوشته شعار وفاق ملی پزشکیان با استفاده دولت او از قرارگاه خاتم الانبیا رنگ واقعیت به خود میگیرد. گزارش مشتاق پور محسن رو ببینیم. خیز قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران برای حمله به منابع کشور. طرح کارتل اقتصادی وابسته به خامنه ای برای تصاحب تمام پروژه‌های بزرگ دولت پزشکیان، افشای ارسال موشک به روسیه، تحریم و دور شدن تهران از توافق با غرب و بازگشت دولت با تفنگ سر سفره دولت. مسکو و سپاه پاسداران چگونه علیه منافع ملی ایران متحد شدند؟ امریکا از روز اول انقلاب نشون داده که دشمن وحدت ملت ایرانه. دیگه اصلا چندشاوره صحبت کردن از اینکه کسی بخواد مثلا با آمریکا نرمش نشون بده. واکنش معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران به موضوع مذاکره با آمریکا در چارچوب وفاق ملی یک روز پس از تحریم‌های آمریکا و 3 کشور اروپایی علیه جمهوری اسلامی، پاسخ قدرت‌های غربی به ارسال 200 موشک بالستیک از ایران به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین. جدای از این اظهار نظر و واکنش رسمی وزارت خارجه، رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران و خامنه‌ای به طور هماهنگ خواستار ورود قرارگاه خاتم الانبیا به پروژه‌های بزرگ کشور شدند تا مشخص شود پشت پرده خودکشی بین‌المللی دولت پزشکیان با اسلحه روسیه چه می‌گذرد. چهارشنبه روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران خبر داد فرمانده این قرارگاه طرحی با نام تلاش برای سازندگی ایران را به دولت پزشکیان ارائه کرد. سردار عبدالرضا عابد گفته در دیدار با پزشکیان به او اطلاع داده شد که در دولت رئیسی این قرارگاه با طرحی به نام تلاش امید بسیاری از پروژه‌های بزرگ کشور را تصاحب کرد و حالا به دولت 14 هم پیشنهاد داده 85 طرح بزرگ را اجرایی کند. پزشکیان در یکی از اولین روزهای کاریش از قرارگاه خاتم الانبیا بازدید کرد و گفت منو نه ما رو انشالله ما با هم دولت ما دولت شماست دولت خودمون هم چون جزئی از شما میدونیم دیگه وقتی میگیم شما یعنی فقط... ما هم رئیس جمهور که پیش از این بارها تکرار کرده بود مجری سیاست های خامنه ایست به قرارگاه خاتم الانبیا چراغ سبز داشت. ما هر کاری از دستمون بر بیاد در خدمت شماییم. اما به نظر این ابراز اطمینان کافی نبود. مجموعی از تحولات بین المللی به سپاه پاسداران کمک کرد تا میخش را بر اقتصاد دولت جدید محکمتر بکوبد. به تازگی شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه تاکید کرد میدان گازی آرش تنها متعلق به کویت و عربستان سعودی است و ایران حق بهره برداری از آن را ندارد. تهران میگوید 40% میدان گازی آرش در مرزهای دریایی ایران قرار دارد. کویت و ریاض هم ادعای مشابهی دارند. با این حال کویت پروژه حفاری از این میدان گازی را آغاز کرد. سپاه پاسداران حالا به یک بار وارد شده و می‌خواهد از این نمد هم کلاهی برای خودش ببافد. چهارشنبه روزنامه کیهان وابسته به علی خامنه‌ای خواهان آغاز حفاری در این میدان شد و بلافاصله از قول فرمانده قرارگاه سازندگی نوشت دکل حفاری آماده است و سپاه منتظر دستور پزشکیان است. روزنامه کیهان در یادداشت جداگانه‌ای در همین صفحه وفاق واقعی مد نظر پزشکیان را استفاده از ظرفیت‌های قرارگاه خاتم الانبیا دانسته و مدعی شده این قرارگاه مثل اصلاح طلبان دنبال سهم‌خواهی نیست اما در ادامه سهمش را خواسته.
با این حال به نظر میرسد آنها دلخوش به همین مقدار نیستند. سه‌شنبه فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا گفت این نهاد به دولت پیشنهاد داده با ساخت فاز اول پالایشگاه مهر خلیج فارس روزانه 13 میلیون لیتر بنزین تولید کند. قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در سال 68 با فرمان علی خامنه ای ایجاد شد. یکی از کارتل‌های بزرگ وابسته به رهبر جمهوری اسلامی که با 10 هلدینگ بزرگ و 10 شرکت زیرمجموعه در حوزه‌های مختلف از نفت و گاز تا ساختمانسازی و حتی فروش ضایعات آهن‌آلات هم دست دارد. سال 95 فرمانده پیشین قرارگاه خاتم الانبیا فاش کرد ارزش 65 پروژه این نهاد بیش از 126 هزار میلیارد تومان است. این رقم معادل حدود 10% از درآمد کل کشور در همان سال بود. به نوشته وبسایت اصولگرای الف، طبق قانون سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و حتی سازمان اطلاعات سپاه هم حق ورود به قرارگاه و سرکشی از فعالیت‌هایش را ندارند. قرارگاهی که از زمان روی کار آمدن احمدی نژاد قدرتی مضاعف پیدا کرد. وقتی جمهوری اسلامی به توافق با کشورهای غربی پشت کرد، شرکت‌های بزرگ نفتی از ایران رفتند و قرارگاه خاتم الانبیا توسعه دو فاز از میادین پارس جنوبی را در اختیار گرفت. دولت روحانی هم در ابتدا کوشید سهم قرارگاه خاتم الانبیا را بدهد، اما به نظر اشتهای این نهاد سیری ناپذیر. در حال حاضر هیچ شرکت خصوصی در ایران قدرت و حتی اجازه رقابت با قرارگاه خاتم الانبیا را ندارد و این کارتل بزرگ قراردادها را عمدتاً با ترک تشریفات تصاحب می‌کند به لطف حمایت یک نیروی مسلح. دولت ازش میترسیدن، تازه تفنگ نداشت. حالا دادیم به یه دولتی که هم تفنگ داره، هم رسانه داره، همه چی داره. کس جرأت نمی‌کنه با اینا رقابت کنه. با روی کار آمدن دولت رئیسی، دولت با تفنگ و بی تفنگ به هم رسید. تا جایی که امسال قرارگاه خاتم الانبیا در ازای طلبش از دولت بخشی از نفت ایران را تصاحب کرد. کارتلی که نانش در تحریم است و حالا به نظر میرسد از تعیین دولت فراتر رفته و بر معادلات بین‌المللی ایران هم تأثیر میگذارد. با همکاری روسیه، وقتی هر دویشان یک هدف دارند، دور ماندن ایران از بازار بین‌المللی و افتادن به دره تحریم. خامنه‌ای پیشتر تمام قد از قرارگاه خاتم الانبیا حمایت کرد. یک قلمش قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاست که یک بازوی اجرایی قوی برای دولت‌های مختلف در طول این سال‌ها بوده. سه‌شنبه اما رئیس ستاد کل نیروهای مسلح پایش را فراتر گذاشت و گفت این قرارگاه به مشت قدرتمند خامنه‌ای تبدیل شده. او نگفت، اما احتمالاً مشتی قدرتمند برای پوتین هم. دو کاسب اصلی تحریم علیه منافع مردم ایران. مشتبه پور محسن، لندن. و حالا نگاهی داشته باشیم به دیگر خبرهای مهم از ایران. دادگاه قتل داریوش مهرجویی، کارگردان سینما و همسرش وحیده محمدی فر فیلم نام نویس، به دلیل نقص در پرونده در روزهای 24 و 25 شهریور دوباره برگزار می شود. دیوان عالی کشور دو ماه پیش ایرادات وکیل خانواده مهرجویی به پرونده قتل این دو سینماگر را پذیرفته بود. داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر مهر ماه 1402 در ویلای شخصی خود کشته شدند. متهم اصلی پرونده اتهامات علیه خود رو تکذیب کرده. و کانون فیلمسازان مستقل ایران روز چهارشنبه و به مناسبت روز ملی سینمای ایران در بیانیه ای شرایط امروز سینما در ایران رو روزگار کابوس گونه خواند و نوشته تبریک این روز نه تنها طعنه‌آمیز که موهن است. این کانون نوشته پس از جنبش مهسا برای بیش از 300 سینماگر پرونده قضایی گشوده شده و گذرنامه های آنها نه تنها تمدید نمی شود بلکه توقیف می شود. محمد هادی مفتح نماینده علی خامنه ای در مرکز اسلامی هامبورگ پیش از ترک آلمان دادخواستی فوری برای تعلیق حکم اخراج خود ارائه کرده بود، اما این موضوع از سوی دادگاه رد شد و او ساعت پایانی سه‌شنبه آلمان را ترک کرد.
بر اساس این حکم مفتح دیگر اجازه بازگشت و اقامت به این کشور را نخواهد داشت و در صورت تخلف به 3 سال زندان محکوم خواهد شد. وزارت کشور آلمان 3 مرداد همه 52 مرکز اسلامی متعلق به جمهوری اسلامی را تعطیل و اموال آنها از جمله 700,000 یورو پول نقد را توقیف کرد. محسن سازگارا فعال سیاسی عضو شورای مدیریت گذار از واشنگتن همراه ما هستند. سلام آقای سازگارا. نماینده خامنه ای خیلی تلاش کرده که از آلمان اخراج نشه اما در نهایت شکایتش رد شد و اخراج شد. فکر میکنید که فعالیت های مرکز اسلامی جمهوری اسلامی در کشورهای غربی حالا دچار تغییرات احتمالی بشه؟ فکر نمی‌کنم. تا اونجا که بتونن سعی می‌کنن این مراکز رو باز نگه دارن، مگر اینکه دولت‌ها مثل دولت آلمان پا پیش بگذارن و مطالبی رو که احیاناً ازش مطلع هستن بیرون بکشند و بخواهند که برخورد کنند. چون ببینید، همونطور که احتمالاً بارها مطرح شده، جمهوری اسلامی نیروی قدس سپاه از یک طرف، اطلاعات سپاه از طرف دیگه و وزارت اطلاعات یک شبکه بزرگ جاسوسی، تروریسم و قاچاقچیگری مواد مخدر رو از کابل تا کاراکاس کشیدند و بسیاری از این مراکز به اصطلاح اسلامی تبدیل شده به پایگاه‌های تقویت تروریستا یا پول پخش کردن بین گروه‌های مختلف تندروی اسلامی یا حتی آموزش نیروهای تروریستی. بنابراین این چیزی است که حالا آلمان پا پیش گذاشته و 52 مرکز رو تعطیل کرده به اضافه مسجد هامبورگ. در کشورهای دیگه هم تا اونجا که من میدونم کشورهای اروپایی پلیس‌هاشون و سازمان‌های مخفیشون مراقب هستن، نگاه میکنن تا ببینیم که احتمالاً دست به عمل بزنه. شاید سوالی که مطرح بشه اینه که چرا جمهوری اسلامی از همون ابتدای انقلاب سعی کرد که چنین مراکزی رو ایجاد کنه، به خصوص توی غرب؟ یعنی موضوعی که به هر حال تا به امروز همونجور که شما گفتید از اون ور دنیا تا این ور دنیا همچنان ادامه داره. ببینید، ابتدای پیروزی انقلاب، بحث صدور انقلاب مثل خیلی از انقلاب‌ها مطرح بود که گویی مثلا انقلاب اسلامی در یک پیچ تاریخی متولد شده و راه نوعی پیش پای بشر میذاره، بنابراین این رو باید صادر کنه دست کم به کشورهای اسلامی یا در بین مسلمانای دنیا. ولی بعد از مدتی این فکر عملا تبدیل شد در بستر در واقع یک نوع جنگ صلیبی بین اسلام و غرب و تمدن جدید که این کماکان هم ادامه داره و فراتر از اون اتفاقی که افتاد، اینا حالا همش بهانه شده دیگه. الان این مراکز تبدیل شده مثل بقیه چیزای کشور به جاهای فاسد، پول پخش کردن، آغشته به اقلا 7-18 میلیارد دلار قاچاق مواد مخدر و ده ها کار دیگه‌ای که اینها عملا منافع یده درشه و دیگه حالا پای منافع مالی و مادی و غیره هم وسط اومده. ضمن این که اومد جمهوری اسلامی فکر میکنه با تقویت حسهای تروریستی و تهدیدی که درست میکنه یک ابزار مبارزه هم داره، موضوعی که البته دردسرهای زیادی هم برای کشور ایران و مردم ایران داشته. سپاسگزارم آقای سازگارا، مهمان ما بودید. محسن سازگارا فعال سیاسی و عضو شورای مدیریت گذار از واشنگتن. گزارش های رسیده از شهروندان در مناطق مختلف کشور از قطع ادامه دار آب و برق حکایت دارد. نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس پیشتر دلیل قطع مکرر برق در سراسر کشور رو بی انگیزگی بخش خصوصی به دلیل عدم پرداخت بدهی های دولت، تولید ناکافی، فرسودگی تجهیزات و شبکه‌های انتقال انرژی اعلام کرده بود. این نماینده مجلس گفته در کوتاه مدت امکان اصلاح این روند وجود ندارد. چهارشنبه 21 شهریور ماه جمهوری اسلامی همچنان درمانده از تامین برق
شهر شیراز و اینم اوضاع بازار شیراز. برق نداره. سلام، اینجا طالعانی فردیس کرج، برقا رفته، چراغ قرمز کار نمی کنه و از اون میبینیم چطوره. بایی هستیم به عصر قجر. با سلام خدمت همه همیانی های عزیزم، امروز چهارشنبه 21/6/1403 قابل توجه همه اون ایرانی هایی که اومدن انقلاب کردن که به زندگی راحت تر برسن. ببینید یه روز برق نداریم، یه روز آب نداریم، واقعا دیگه کلافه شدیم، نمیدونیم چه کار کنیم، هیچی نداریم بخوام استفاده کنیم. میشدیم مثل یمن، شدیم مثل لیبی و سودان، ونزوئلا. این وضعه. ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. خیز بلند سپاه پاسداران برای استفاده بیشتر اقتصادی از دولت پزشکیان. دو روزنامه وابسته به سپاه و خامنه‌ای خواستار واگذاری پروژه‌های بزرگ دولت به قرارگاه خاتم الانبیا شدند. مقاومت بی نتیجه نماینده خامنه‌ای برای ماندن در آلمان. محمد هادی مفتح، مدیر سابق مرکز اسلامی هامبورگ، از این کشور اخراج شد. سازمان ثبت احوال اعلام کرده حذف آمار نوزادان زاده شده از مادران 10 تا 14 سال به دلیل بروزرسانی این آمار انجام شده است. عباس عبدی روزنامه‌نگار در روزنامه اعتماد نوشته وبسایت ثبت احوال آمار کودک همسران و نوزادان زاده شده را حذف کرده و یک مسئول در وبسایت این سازمان علت این اقدام را افزایش کودک همسری و دستور مقامات بالا برای حذف این آمار عنوان کرده. این در حالی است که گزارش‌ها نشان می‌دهد سال گذشته حدود 1500 کودک از مادران زیر 14 سال متولد شدند. فهیمه خضری‌دری روزنامه‌نگار می‌گوید کودک همسری تجاوز به کودکان با پشتوانه قانون است. اول پیشنهاد کنم که حواستون باشه ما با پدیده های مثل کودک همسری و کودک مادری روبرو نیستیم. ما با تجاوز سیستماتیک به کودکان در یک کشور روبرو هستیم. من موافق نیستم با استفاده از کلماتی مثل کودک همسری و بدتر از اون کودک مادری. این تجاوز به کودکی و کودکان به پشتوانه قانون برآمده از اسلام، بردگی جنسی کودکان که در جمهوری اسلامی داره رخ میده به صورت قانونی. یادمون نره که نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، یعنی جایی که قوانینی که در تعیین سرنوشت مردم نقش داره اونجا در واقع به وجود میاد و نطفه شکل میگیره، ایشون کسی بود که گفتش که دختر 13 ساله که بچه نیست. به قول خانم خزعلی گفت که ما باید ببینیم که بالغ همسری داشته باشیم. بالغ همسری یعنی چه؟ بالغ همسری یعنی اینکه بچه زیر 18 سال رو میبرن دادگاه و براش چیزی به اسم گواهی رشد میگیرن. من خودم یکی از این بچه‌ها بودم، اجازه بدید بگم. نه برای کودک همسری. وقتی که پدرم در 10 سالگی من فوت کرد، من رو به دادگاه بردن برای اینکه قاضی دو تا سوال بسیار ابتدایی و سطحی و احمقانه از من کودک در اون شرایط بپرسه و گواهی رشد برای من صادر بکنه برای حال امور ارثی. به همین ترتیب ممکن بود که من بالغ همسر هم تشخیص داده بشم. بنابراین اجازه بدید که بگیم این ستم سیستماتیک به دختران، به خصوص دختران و کلن کودکان ایرانی است و وقتی که ما از این کودک همسری یا تجاوز سیستماتیک به بچه ها صحبت میکنیم، دختران به خصوص در ایران، در واقع داریم از یک زندگی دریغ شده صحبت میکنیم، چون دسترسی به ابزارهای پیشگیری از بارداری رو هم که حکومت قطع کرده، اغلب این کودکان تحت خشونت شدید خانگی در خونه ی حالا کسی که شوهر اونها نام میگیره زندگی میکنن. و حالا نگاهی داشته باشیم به دیگر خبرهای مهم از گوشه و کنار جهان. پلیس کالیفرنیا میگوید یک مرد 34 ساله را به زن دست داشتن در آتش سوزی اخیر در جنوب این ایالت دستگیر کرده. در پی سه آتش سوزی گسترده در کالیفرنیای جنوبی که از هفته پیش آغاز شده، صدها هکتار از جنگل‌ها و خانه‌های این بخش
تومه حریق شدند. گفته شده فرد دستگیر شده در آتش سوزی شرق لس آنجلس دست داشته. تا کنون تنها 14% از مناطق درگیر آتش سوزی اطفای حریق شدند. و 34 سال پس از حمله صدام حسین به کویت، تماشاگران عراقی حالا اجازه یافتند برای تماشای بازی عراق و کویت در چارچوب مسابقات انتخاباتی جام جهانی در ورزشگاه‌های کویت حضور پیدا کنند. به رغم بهبود رابطه کویت و عراق پس از سرنگونی صدام در سال 2003، این اولین باره که تماشاگران عراقی به صورت گروهی عازم کویت شدند. دانشمندان ناسا دو سیاه چاله عظیم رو در مرکز دو کهکشان در حال ادغام کشف کردند که پیش بینی می شود طی 100 میلیون سال به یکدیگر نزدیک شده و در نهایت با هم برخورد کنند. این برخورد می تواند موج های گرانشی ایجاد کند که ساختار فضا و زمان رو مختل کند. یک روز پس از موج واکنش از سوی آمریکا و کشورهای اروپایی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی خبر ارسال موشک‌های بالستیک از ایران به روسیه را رد کرد. عباس عراقچی گفته این خبر بر اساس اطلاعات غلط و منطق معیوب منتشر شده. همزمان کاخ کرملین هم گزارش‌های دریافت شده از ایران را بی اساس خونده. وزارت خارجه بریتانیا هم روز 4 شنبه در بیانیه اعلام کرد این کشور با هماهنگی شرکای اروپایی کاردار جمهوری اسلامی را در رابطه با انتقال موشک‌های بالستیک به روسیه احضار کرده. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا هم روز 3 شنبه در جریان بازدید از لندن گفته بود روسیه احتمالاً ظرف چند هفته آینده از موشک‌های بالستیکی که اخیراً از ایران دریافت کرده در جنگ با اوکراین استفاده می‌کنه. بازگشت به کیف حتی در این زمان دشوار و شاید به ویژه در این برهه چالش برانگیز بسیار دلپذیر است. حضور من در کنار دیوید نمایانگری همراهی شانه به شانه بریتانیا و ایالات متحده در حمایت از اوکراین است. در واقع ما نماینده بسیاری از کشورهایی هستیم که محکم در کنار اوکراین ایستاده‌اند. بیش از 50 کشور. به نظرم این حضور در این لحظه مهم پیام قدرتمندی را منتقل می کند. پیامی مبنی بر تعهد ما به موفقیت اوکراین. ما متعهد به پیروزی اوکراین هستیم. متعهد به اوکراینی که از نظر نظامی، اقتصادی و دموکراتیک مستقل و قدرتمند روی پای خود بیستد و در نهادهای جامعه فرا آتلانتیک از جمله ناتو و اتحادیه اروپا ادغام شود. با سفر وزیر امور خارجه آمریکا آنتونی بلینکن ابتدا به بریتانیا و پس از اون هم به اوکراین، مطبوعات آمریکا در حال گمانه‌زنی هستند در مورد تغییر استراتژی کاخ سفید در قبال اوکراین. مدت هاست که اوکراینی ها میخواهند از برخی از فناوری های پیشرفته آمریکایی از جمله موشک های دوربرد که به اسم اتکم معروف هستند برای حمله به عمق خاک روسیه استفاده کنند. کاخ سفید اجازه نمیدهد. اینجا هم در کنگره نگرانی هایی وجود دارد در موردی که روسیه به این داستان چگونه واکنششان میدهد. الان با سفر وزیر امور خارجه و ملاقات احتمالی او در روز جمعه با ولادیمیر زلنسکی، مطبوعات آمریکایی میگویند که این یک جلسه است که در اون اوکراینی ها از لحاظ امنیتی اون اطلاعات و جاسوسی هایی که کردن در روسیه رو به اطلاع آمریکایی ها خواهند رسوند و استراتژیشون رو برای حمله به عمق خاک روسیه. و احتمالاً دولت بایدن در طول این سفر و یکی دو هفته آینده تصمیم نهاییش خواهد گرفت در مورد استفاده اوکراین از این تسلیحات پیشرفته، به خصوص موشک‌های دوربرد. این موشک‌هایی کس که اتحادیه اروپا همین الان هم به اوکراین می‌دهد و اوکراین اونها را استفاده می‌کند برای حمله به عمق خاک روسیه، اما آمریکایی‌ها اجازه نمی‌دهند. خواهیم دید آیا در طول 2 هفته آینده، در طول سفر آنتونی بلینکن به کیف روز جمعه و 2 هفته بعدم اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در اونجا بسیاری از این سران با هم ملاقات خواهند داشت، خواهیم دید آیا استراتژی کاخ سفید در این زمینه تغییر خواهد کرد یا خیر. آرش علایی، ساختمان کنگره آمریکا. و در آستانه دومین سالگرد خیزش زن زندگی آزادی، برخی از ایرانیان مقیم بلژیک سرود زندگی را در حمایت از مهدی یراحی، خواننده ایرانی، بازخوانی کردند. آنها یراحی را هنرمندی که صدای مردم بوده توصیف کرده و نوشتند این اثر را به افتخار او و به یاد قهرمانانی که در سال 1401 جان خود را برای آزادی فدا کردند اجرا کردیم. بخشی از اون رو ببینید. شرح شجاعت بخوان از خطاهای
نگاه کن نگاه کن به صبح پیش رو، چه مانده از این شب به جز لک غم، به شادی بزن طرح تازه ای رقم، بزن پا بزن پا به تخت واژگون، بشو دست و صورت به آبشار خون، به مهسا به نیکا به خشم و خون نگر، به آبان از کشت لاله گون. سپاس از همراه شما با این بخش خبری.